اینه که حب و طعام، حب و طعام یعنی ملاک غذا خوردن ما مراقب باشیم که مزه غذا نباشه، این که خوشمزه تره، این که مزهش بهتره. آقا چرا این نوشیدنی رو میخوری خوشمزه است؟ میدونی یه لیوان این نوشابه 7 قاشق شکرش صنعتی داره؟ میدونی گازش دی اکسید کربونه؟ میدونی یا مزهش خوشمزه است دیگه؟ یا با این سکنجبین هم هست، این آب میوه طبیعی هم هست، این دوغ هم هست، اون حالا فوقش با یکم ذره کم تا دلستره حالا هست، مزهش میگه مزهشی بهتر. بریم به سمت این که اگر خواستیم ماه رمضانمون ماه رمضان پاکسازی باشه، دنبال این باشیم که ملاکمون حب و طعام نباشه. نباشه.